لحظات انتظار آقای مختری را کشیدیم تا اینکه آنها رسیدند. به مجرد که رسیدند، خواستند شکوه های خود را با ما شریک بسازند. از سالهای پیشتر، 40 سال پیشتر، 35 سال پیشتر ما برای تان ارز کنیم طور مثال فاکولته انجینری رفتیم، گولی تایرات بودن، گولی تایرات را ساختیم که مانع چپه شدن موتر در اثناء حرکت موتر تایرات نبرایه، اگر می برایه شترینگ دریوار خبر کنه. خب امی تایرات را ما ساختیم، امی را ما بردیم در فاکولته انجینری، انجینری فاکولته تصدیق کردن، برای ما دادن که ما بتانیم در فابریکه جنگلک، در جای دیگه وقت جنگلک فعال ما بودک که ما بتانیم از اینا کلگی موترهایی که باشن امی را ما بتانیم که در اثناء حرکت موتر تایرات نبرایه. چرا تولیدش شروع نکرد؟ تولیدش دیگه آخو جان به ما مربوطی نیست، ما برای ما مردم چیزی هستن که ما حرکتی را بکنیم، مسئولیت خود را در مقابل اجتماع، در مقابل جوان ها، در مقابل نسل آینده خود ما امود را برغمان ببانیم و دیگه کسی مسئولیت ازی را دارن که بیادر وزارت خانه چرا پیگرد ازی را نکرد. او می خواهد اسنادهایی که در زمینه اختراعات از طرف ارگانهای مربوط تصدیق و تایید شده اما تا این دم برای عملی کردن آن هیچ اقدامی از هیچ مرجعی صورت نگرفته را با ما در میان بگذارد. ای کدام مکتوب است؟ ای پیشنهاد است. ای که زد حوادث انجینرهایشان با ما اونا با قناعت از اینا رسیدن بازی اینجا پیسی را چند پیسی را اینا چیز کردن به مقام عالی زد حوادث مبارزه ملی زد حوادث. خب چیز دیگه که برای ما 50,000 افغانی را بتین که ما از پلیخ از کوتی سنگی تا پلیخشتی را ما دستگاهی را بسازیم که یه دستگاه ما پیش احالی منطقه را خبر کنه. خب اینا هم تایید کردن؟ اینا هم تایید کردن و پیسیش نکس برای ما پیسه داد، نکس ما را پرسان کرد که چندین دفعه رفتیم آخر ما به نامیدی بر میگردیم از امو ریاست، از امو وزارت، از امو جایی که هستن. اینیتون اینجا نوشته است از تاریخ 2/9/1380 تا این روز این جانب سرگردان می باشد و مقامات وزارت صد نوشته کرد ریاست عمومی اداری. این چند تا عارض است؟ یک تا عارض هم نیست. یک... در نظر داشته توضیحات و در صورتی که نیازمندی مبرم احساس گردد بر ریاست عمومی عرضه خدمات سی اصولا اجلاس شد. خب باز اینا را گرفتن صاحب کلگی رهبری وزارت سرازی به خوبی از اینا کلگی جلسه دایر کردن، کلگی از اینا گرفتن گفت که بسیار از ایواری خوب وسیله برای شفاخانه های ما دیگر نیستن، او را برایشان ابلاغ کردن. از دو طرف فرمایش های از این کلگی شامد که 384 دانه می شود یا می جرانش. یعنی به چندین عریضی ما اجرانه شدینی ترکوی در سال 84 ما خواستیم که می واتر فمپی بیتیل و به برق خود را ما چندین سال است 30 سال است که ما در امو کار میکنیم، او را ما به شکل از چوبی را به شکل دیگه در آورده که تا به شکل مدرنی اصری با آهن دور تبدیل کردیم. این رفتیم صاحب با اکادمی علوم عریضه کردیم، اکادمی علوم را به طب علوم طبی چیز کردن، گفت که چیز کنین امیر عملا برای ما نشان بتین. ما چون ما گفتیم خب شما پیسه شان میتین، گفت نه برای ازی که اینا پیسه شان هم ندادن و چیزی را میخواستن ارزوی 40 ساله ما را به خاک یکسان میکردن، ما خواستیم امیر از مردم با شکل کمک با شکل بیچارگی زیاد خود ما قرض کرده را رفتیم که حالیم بعضی قرضای از دو سر ما هست. قدردانی از خدمات تکنیکی و ابتکار موصوب و منظور تکمیل و انکشاف ابتکارش و تشویق بعدی آن احترامانه پیشنهاد می‌گردد که مقام عالی ریاست دولت جمهوری به منظور توسعه و ورکشاپ موصوف امکانات مادی و تکنیکی در اختیارشان قرار دارد. یعنی قرار بدهد. خب چه قرار ندادن؟ آقای مختری در این 50 سال داشته های خود را پیش خود زندانی نکرده، بل رهروان و شاگردان زیاد را همچنان آموزش دادند. استاد روحلا که یکی از همکاران خوب آقای مختری است، در این اواخر دست به طرح و دیزاین یک دستگاه تولید برق زده و شاید این اولین بار باشد که یک دستگاه تولید برق با این ویژگی عرضه می شود. این وسیله است که برق تولید میکنه بدون تل و بدون کرام گپ سخنه. آقای مختری یک زمان در فابریکه جنگلک مسئولیت داشت. از او خواستم تا راهی این فابریکه شویم. دوستان خیلی خوب قسمی که شما دیدید ما در
ورکشاپ تکنیکی مختری صاحب بودیم که با دوست خیلی خوبش استاد رولا یک جای کار میکردن. حالا خواستیم یاد از یک روزگار قدیم کنیم، روزگاری که مختری صاحب به فابریکه جنگلک مسئولیت داشتن. همونطور است؟ به فابریکه جنگلک کار میکردن و از کارشان خیلی راضی بودن، میتونستن تولیدات خیلی خوب و اختراعات و اکتشافاتی که داشتن در اونجا جامعه عمل بپوشانن. خواستیم یک یاد کنیم. زمان رسیدیم، نتوانستیم داخل این مخروبه شویم. دوستان ما فعلا نزدیک فابریکه جنگلک موقعیت داریم، مکانی که حال ما نمیتونیم از او تصویر بگیریم. دوستان برای ما گفتن که اینجا انحصاری وزارت مالیه شده و ما خواستم با مختری صاحب یاد از گذشته ها کنیم، یک روزگاری که مختری صاحب در اوجا مصروف بود کار میکرد ولی ما را اجازه تصویر برداری ندادن، حتی یک مامور هم وجود نداره به استثناء یکی از بزرگا اوجا بودن. برای ما گفتن زمانی که ما پرسان کردم با نام صدیق مختری آشناستین، گفت خدا ببخشه صدیق مختری شاید فوت کرده باشه، در حالی که خدا نکنه اینا حیات هستن، زنده هستن، نور چشم ما هستن و ما را بدبختانه اجازه ندادن که ما تصویر میگرفتیم از فابریکه و از حالت فابریکی کنونی جنگلک. خب مختری صاحب خودت چیز گفتنی داری؟ فقط عرض داریم که با هر کسی، هر وزارت مالیه، وزارت معدن و صنایع است که نمیا و متصدی جنگلک در چیزی در اختیار از این است. ما میخواهیم که برای ما به شکل یک کارگر سابقه یا یک مختری یا یک ابتکاری وطن که ما شاهکاریایی را در اینجا داشتیم، ما را برای ما یک دو تا شاپ را، یک دو تا شاپ های از این را برای ما به اختیار ما بده تا هر وقت را که می لازم باشه که ما ارزوهای انسانی خود را برای جوانایی که در موینیت جوان ها صدها جوان ما بیکار هستند امیر ما یک آموزگاری بتیم. قسمی که گفتیم آقای مختری موفق به خلق 344 اثر تا این دم شده که گوشه از اختراعات او دستگاه آگاه کننده سیلاب، طرح موتر بدون درایور، وسیله‌ای که باعث پختن غذاهای متنوع و گرم نمودن آب توسط انرژی آفتاب می شود، دستگاه تولید خشت خام، دستگاه تولید بیل، واتر پمپ بدون مصرف، دستشوی اتوماتیک برای مراکز صحی، دستگاه معاینه مریض، ساخت گلوله تایرات موتر، ساخت سیخ ولنگ آهنی و چودنی، ماشین تریشل جواری، تراکتورهای کوچک و سایر موارد دیگر می باشد. در آخر خواستیم راجع به زندگی آقای مختری چیزه بدانیم. ما در فامیل خود ما 16 نفر هستیم، 4 تا بچه داریم، 2 تا دختر ما بود، دخترها رو به شوهر دادیم، بچه های ما مصروف کارهای تکنیکی هستن. شخصیت ها را در ایام زندگانیش باید قدر کرد، نه اینکه روزگار از دستمان رفت. زندگی خیلی کوتاست، نباید فرصت ها را گرفت، ورنه همه خاموش خواهی بود. بدرود. با امید اینکه تا زمان چهره ها زنده است باید قدر کنیم تا فرصتی برای افسوس کشیدن باقی نماند. سپاس از همراهیتان. این هم مستند این هفته، مستند کابل من بود که خدمت شما تقدیم کردیم و به خاطر بهبود با ما تماس بگیرین، همچنان پیام بگذارید. اگر امکانات اینترنتی دارین میتونین نظریاتتون را با آدرس فیسبوک و همچنان ایمیل آدرس برنامه بر ما ارسال کنین. تا روزگار بعد، خدا نگهدار.